ببینید، میخوام دوست دارم بحث یکم باز بشه. باید چند چیز رو از هم تفاوت بینشون قائل شد. تکنولوژی هسته‌ای، انرژی هسته‌ای، بمب هسته‌ای. وقتی میخوایم صحبت بکنیم راجع به مسائل هستی، باید ببینیم راجع به چی میخوایم صحبت بکنیم. اون چیزی که مربوط به تکنولوژی هسته‌ای عادی میشه در ایران از سال 1965 عملاً وجود داشته. خدا نکنه براتون پیش بیاد رادیوتراپی که برای سرطان هست، این یه تکنولوژی هسته‌ای است. یا حتی عکس رادیویی که میگیریم یه تکنولوژی هسته‌ای. یا بعضی از دیاگنوستیکایی که میکنن از روی بدن، این هم روی تکنولوژی هسته‌ای است. این تکنولوژی اصلاً نیازی به راکتور یک مگاواتی، یک جیگاواتی نداره. این تکنولوژی هیچ ربطی به غنی‌سازی نداره. مسئله دوم، مسئله تولید انرژی. برای تولید انرژی احتیاج به نیروگاه هست، نیروگاه بوشهر از سال 92 کار میکنه. مسئله سوم، مسئله تولید بمب. بمب ها را به هر عللی کار نداریم. پس سه مسئله هستن که از هم جدا هستن و میشه راحت درباره هر کدومشون تشخیص داد. کشورهایی که مهمه بدونیم که چقدر برق از طریق هسته‌ای تولید میشه. من لیست همه کشورها رو با درصد برقشون که برق اتمی هست اینجا آوردم. کشوری که من توی زندگی میکنم فرانسه، 75% برقش رو از طریق هسته‌ای تولید میکنه. 32 کشور هستن از 200 کشور جهان که برقشون از طریق هسته‌ای تامین میشه. ژاپن میبینید نوشته 2%، ولی در ارس 28% بود. بعد از حادثه فوکوشیما که راکتورها رو نگه داشتن، متوقف کردن، رسید 2% و الان شاید الان 0%. بریم روی دیاپوی بعدی. این درباره برق بود. ولی چیزی که مهمه انرژیه. و الان ما تمام اطلاعات لازم رو داریم که ببینیم که چه تحولی میکنه تولید انرژی در جهان از طریق هسته‌ای. در سال 2000 16-17% برق از طریق هسته‌ای بود در دنیا، ولی برای تولید انرژی فقط 3%. ببینید خیلی فرق هست. شما تولید انرژی خیلی از کارخونه ها، ماشین ها، وسایل، از انرژی های دیگه استفاده میشه. در سال 2030، یعنی 15 سال دیگه، وضعیت جهان، یعنی تمام مطالعات این عددها رو به ما میدن، در برق میشه 10% حدودا، یعنی کم میشه، و در کل انرژی میشه 2%. یعنی برعکس اون چیزی که گفته میشه، هر سال که میگذره اهمیت تولید انرژی از طریق هسته‌ای در جهان کمتر میشه. کشورهایی مثل فرانسه که 75% میخواد برسونه به 50%. بعضی از کشورها مثل آلمان که کاملا قطع کرده، ایتالیا کاملا قطع کرده، لیستش طولانی هستش. بعضی از کشورهای جدید میخوان شروع بکنن، مثل چین، مثل هند. من در نزدیک فوکوشیما بودم وقتی که یکی از استادای چینی داشت درباره برنامه‌های چین برای تولید انرژی هسته‌ای صحبت می‌کرد که زلزله شد. زلزله معروف. بگذاریم. حالا غنی‌سازی چیه؟ گفتیم 32 کشور هستن که تولید انرژی میکنن از طریق هسته‌ای، ولی برای غنی‌سازی فقط تو جهان 14 کشور هستن که غنی‌سازی میکنن. کشورها لیستشون اینجا نوشتم، بعضیشون قرمزه، مثل هند، مثل کره شمالی، مثل پاکستان. برای که خواهیم دید که این کشورها به خاطر انرژی نبوده که غنی‌سازی رو آغاز کردن. یکیش هم سبز هست، کشور ماست، بهش خواهیم رسید. حالا بمب اتمی رو چه شکلی درست میکنن؟ اون درباره تکنولوژی بود، درباره برق بود. بمب از دو طریق درست میشه. یا از طریق غنی‌سازی اورانیوم هست که باید به 90% برسه. غنی‌سازی یعنی چی؟ اورانیومی که توی معادن هست چند نوعه، مثل پسته‌ای که می‌خرن، بعضیش دهن بازه، بعضیش بسته است. اینا رو باید جدا کرد، دهن بازا رو کنار گذاشت، و این خیلی خرج داره. به این میگن غنی‌سازی.
همونه، فقط وزنش یکم متفاوته، بهتره برای کاری که میخوان باش بکنه. یکم از طریق تولید پلوتونیوم آمریکا هر دوشو کرده، یکیشو در ناگازاکی و یکیشو در هیروشیما. بمب هیروشیما بمب پلوتونیوم بود و ناگازاکی بمب اورانیوم بود. پس از این دو طریق میشه بمب درست کرد. کشورهای صنعتی در سالهای اخیر دیگه اصلا اورانیوم رو کنار گذاشتن، از طریق پلوتونیوم این کار رو انجام میدن، برای که هم بمبای بهتری درست میکنن، هم ارزونتر هم هستش. حالا برای که مسئله ایران رو بفهمیم، ما باید به ریشه ها بازگردیم، بفهمیم چرا دچار این مشکلات شدیم، چرا وطنمون این همه هزینه داده در این 10 سال اخیر و هنوز هم داریم هزینه میدیم و متاسفانه اگر تغییر جدی نشه هزینه خواهیم داد. از دید من 4 دروغ و فریب به کار گرفته شده در این مسئله، و اگر خانم عبادی میگن در این باره صحبت نمیشه، اصلا صحبت نمیشه، دقیقا صحبت رو میکنن. به خاطر این تیپ جلسات بسیار مهمه. به همون اندازه ممنوعه که صحبت کردن درباره قتل‌های سال 67. مسئله بسیار اساسی و حساسی مسئله اتمی ایران. اولین دروغی که گفته میشه این که ایران برای تامین انرژیش نیاز به انرژی هسته‌ای داره. من شخصا مخالف انرژی هسته‌ای نیستم. موضوعمو مشخص کنم، افرادی میتونن مخالف باشن بگن بدترین نوع انرژی، من این دیدو ندارم، یکم متعادل تر هستم. برای که هر انرژی یک جنبه های مثبت داره، یک جنبه های منفی داره. ولی اگر چند کشور باشن تو دنیا انگوش شمار که برای تولید انرژی نیاز به انرژی هستی نداشته باشن، اولیش ایرانه. به چه علت؟ به علت این که ایران دارای منابع نفت و گاز بسیاره، خصوصا گاز. حرف شما کاملا درسته. آلترناتیو ما چیه؟ من تو این برنامه بهش نمیتونم برسم، ولی مقاله نوشته شده. ایران در شرایط فعلی بهترین راه تولید برقش از طریق نیروگاه‌های گازیه، ولی نه نیروگاه‌های گازی که ما داریم، نیروگاه‌های گازی که افیشنسیشون بالاست، سیکل ترکیبی کار میکنن که باید سرمایه گذاری میشد و در ایران این کار به خوبی انجام نگرفته. بعد سرمایه گذاری بشه درباره باد و خورشید، خصوصا خورشید. کشور ما کویر داره که این کویرها از نظر میزان آفتاب در طول سال بی نظیره در دنیا، کم نظیره در دنیا. همین چند روز پیش بود در آمریکا یکی از بزرگترین نیروگاه‌های خورشیدی رو افتتاح کردند، 300 مگاوات، یعنی 1/3 نیروگاه بوشهر که برق تولید بکنه. ما سرمایه هامون رو اگر به جای اینکه میذاشتیم روی یک مسئله ای که هیچ ربطی به سنت کشورمون نداره، روی گازی که داریم و روی خورشیدی که برای آینده سرمایه گذاری میکردیم، ما گارانتی کرده بودیم و صادر کننده برق در منطقه بودیم. اینا همش محاسبه شده با عدد و رقم که الان بهش نمیتونم برسم. دوم دلیل این که ایران اورانیوم لازم رو برای سوخت نداره. ببینید یه بار میان میگن استقلال. اولین چیزی که شما برای انرژی هسته احتیاج دارید داشتن معادن عظیم اورانیومه. معادن اورانی ایران دو ایراد داره، هم کمیتش بده هم کیفیتش. ایران از نظر معادن خیلی زیاد داره و یکی از کشورهای بسیار غنیه، به غیر از در قسمت اورانیوم. طبیعت اینطوری خواسته، معادن ما بسیار ضعیف هستند، پس ما اورانیوم نداریم. اگر بخوایم بریم دنبال انرژی هسته، اولین کاری که باید بکنیم اورانیوم وارد بکنیم. کدوم عقلی میپذیره که گازی که برای چند صد سال ما میدونیم داریم، بزرگترین منابع گاز دنیا در ایرانه، اول هستیم ما در ایران، این رو رها کنیم بریم وارد کننده اورانیوم بشیم؟ مسئله بعدی این که روسا میدونید نیروگاه بوشهر رو حداقل برای 10 سال، حتی من برای که همه اینا محرمانه است، یعنی اطلاعات من نمیتونم سند بذارم جلوی شما، از طریق صحبتایی که میکنن، مصاحبه هایی که متخصصان روسا کردن، حداقل برای 10 سال
سوختش رو روسا تامین میکنن. یک گرم تا حالا از اورانیوم که ایران غنی کرده در نیروگاه بوشهر استفاده نشد. برای که روسا اجازه نمیدن. سوخت رو میارن، میله های سوختی رو میارن، وقتی هم که مصرف شد میبرنش روسیه به هزینه ایران. خوبه؟ بعد برای راکتور تهران تا حالا ما به اندازه 30 سال فعالیت این راکتور که سالی 10 کیلو، یعنی میشه با کمتر از 1 میلیون دلار سوخت راکتور تهران رو تهیه کرد. و الان بعد از اینکه ایران شروع کرد غنی کردن 20%، ما الان به اندازه 30 سال سوخت این راکتور رو که 45 سال عمر کرده و شاید 5-6 سال دیگه بیشتر نتونه عمر کنه از نظر ایمنی، احتیاج نداریم ما او رو غنی کنیم. بعدی اگر بریم لطف کنید کشورها رو نگاه کنید، تعداد راکتورهایی که دارند میبینید که کشورهایی که راکتور دارند مثل آمریکا، مثل فرانسه، مثل ژاپن، تعداد راکتورهای خیلی زیادی دارند. اینهایی که غنی میکنند کشورهایی هستند که حداقل 10 راکتور دارند. یعنی از نظر عقلانی یک حساب احتیاج فقط به یک ماشین حساب کوچیک داره. اگه شما یک راکتور داشته باشید به صرفه اصلا نیستش که غنی بکنید. بارها گفتم مثل اینکه شما یک پیراهن بخواید بدوزید، برید یک چرخ خیاطی بخرید. یعنی صنعت غنی سازی راه بندازید. ابلهانه است. حداقل باید 10 راکتور داشته باشید. حتی اگر اورانیوم داشته باشید، باید 10 راکتور داشته باشید که به نفعتون باشه. انگلستانه، ببخشید اینا فرانسوی نشده شده. انگلستان هستش. یونایتد. بله، یونایتد کینگدم. 17 تا راکتور داره. کشورهایی که کم دارن، ولی هند با این حال 20 تا داره الان. میتونه غنی سازی بکنه. یعنی از نظر اقتصادی قابل فهم هستش. پاکستان فقط 3 تا راکتور داره. ولی غنی سازی میکنه. برای چی غنی سازی میکنه؟ الان همه میدونن. برای ساختن بمب بود. در جنگی که با هندیا داشتن میخواستن بمب اتم داشته باشن. پاکستان و میرسه آخرش به ایران. یعنی فقط استثناء در اینها پاکستان هستش و ایران هست و اسرائیل. این 3 کشور هستن که غنی سازی میکنن و تعداد راکتورهایی که دارن بسیار کم هستش. خب پس میتونیم سوال اینطوری مطرح کنیم. ایران به انرژی برای تولید برای تامین انرژیش به انرژی هسته‌ای احتیاج داره؟ پاسخ من نه هستش. اگر نه هستش ما لزومی برای غنی سازی نداریم. حالا پاسخ رژیم این هستش بله احتیاج داریم. بعد دو تا مورد میشه. اگر فقط راکتور بوشهر هست که سوختش رو روسا تامین میکنن، بعد هم برای یک راکتور غنی سازی معنی نداره. پس غنی سازی برای چی؟ سوال مطرح میشه. پاسخی که رژیم ایران میده و این خطریه که باید دائم از امروز دربارش نوشت و گفت، این که میگن ما میخوایم 20 راکتور دیگه در ایران بسازیم. یعنی تنها بهانه ای که دارن این هستش که ما 20 راکتور دیگه میخوایم در ایران بسازیم. 20 راکتور دیگه میدونید 20 راکتور ساختن چند سال طول میکشه؟ در کشوری مثل فرانسه یک برنامه 30 سال است. کی میتونه باور بکنه که یک برنامه غنی سازی الان بخواد شروع بشه برای اینکه 20 تا راکتور دیگه 30 سال آینده میخوایم بسازیم؟ اونم معلوم نیست با چه اورانیومی، بالاخره باید اورانیومش وارد کنیم. برای این سوالهایی که سوالهای خیلی ساده هستند رژیم ایران پاسخی نداره و نمیتونه داشته باشه. دروغ دوم، پس گفتیم ایران اولی اینه که انرژی هسته‌ای نیاز نداره، دوم اینه که حتی اگر بوشهر رو داشته باشیم خب نگرش داریم ولی غنی سازی نیازی نداریم، احتیاجی به غنی سازی نیست. سوم این درباره آب سنگینه، راکتور آب سنگین عراکه. این راکتور یک راکتور کوچکی هستش و برای تولید رادیو ایزوتوپ ها هستش که در پزشکی استفاده میکنند، برای تحقیقات هست و برای کشور ما همچین چیزی نیاز داریم.
یعنی در اصل جانشین راکتور تهران هستش، برای که عمر این راکتور داره تمام میشه. اما این راکتور رو اومدن با آب سنگین ساختن. یعنی چه با آب سنگین ساختن؟ دقت کنید، یعنی سوخت این راکتور اورانیوم غنی شده نیست، اورانیوم طبیعیه. کشوری که میاد این همه هزینه میده برای غنی سازی، میاد یه دفعه یک راکتوری میسازه که سوختش اورانیوم طبیعی است. اورانیوم طبیعی چرا؟ برای که این نوع سوخت هستش که تبدیل به پلوتونیوم میشه. یعنی اگر یک همچین راکتوری کار کنه، در عرض یک سال میتونه پلوتونیوم لازم رو برای ساختن یک بمب درست بکنه. چرا نباید این کار رو میکرد؟ ما 45 سال راکتور تهران که راکتور آب سبک هست داریم. یعنی تمام تجربه های مهندسای ایرانی همه چیز رو دیگه میشناسن. انقدر باهاش کار کردن، عوض کردن، تعمیر کردن، تأمین کردن. یک دفعه رژیم میاد اونو اصلا کنار میگذاره و راکتور آب سنگین میسازه که تبدیل بکنه اورانیوم به پلوتونیوم. و این سوال مطرح میشه. بعدی، پس این دروغ سوم بود. دروغ چهارم چیه؟ دروغ چهارم رو این وریا ساختن، ولی نمیتونستن بسازن اگر ایران اون سه دروغ رو نساخته بود. امکان ساختنش وجود نداشت. دروغ چهارم اینه که نه این که دروغ چهارم اینه که ایران چند مدت دیگه بمب اتمی میسازه. شما نگاه کنین، روزنامه مال اسرائیل هست، 1984، یعنی چند سال پیش؟ 30 سال پیش. 30 سال پیش تیتر صفحه اولش این استش که ایران در آخرین مرحله تولید بمب اتمی است. و اینها تکرار کردن از اون سال، اونها محافظه‌کاران امریکایی، اروپایی ها، که ایران 6 ماه دیگه، 9 ماه دیگه، 10 ماه دیگه، 12 ماه دیگه بمب اتمی می سازه. خب، نه اینکه از دید من ایران نمی خواسته بسازه، ایران آغاز کار اتمیش در سالهای بین جنگ بوده، سپاه پاسداران این امر رو تصدی کرده و هدفش هم هدف نظامی بوده. هیچ گونه از فعالیت‌های ایران توجیه انرژتیک و اقتصادی نداره، توجیه نظامی داره. ولی از سال 2002، یعنی وقتی که اسرائیلی‌ها مسئله نطنز رو افشا کردن و آقای خاتمی هم سر کار بودن، ایران تغییر عقیده داد. پروژه ساخت بمب رو کاملا کنار گذاشته. تمام سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و حتی اسرائیل هم واقف هستند نسبت به این مسئله. ولی تکرار میکنن. چرا تکرار میکنن؟ برای که ایران رو تو دام انداختن. دامی که خود رژیم برای خودش ساخته. ایران حاضر نیست بیاد بگه که چرا این فعالیت‌ها رو شروع کرده. چه شکلی میتونه بیاد بگه که من این فعالیت‌ها رو برای ساختن بمب شروع کردم، الان میذارم کنار. به خاطر این هستش که در این مذاکرات ژنو هنوز همون سیاست فریب ادامه داره. امکان داشت که ما بتونیم راه حلی ارائه کنیم. الان وقتش نیست، اگر در دور بعد وقت شد صحبت میکنم دربارش. ولی سیاستی که در ایران پیش بردن این بود: انرژی هسته‌ای حق مسلح ماست. این هم دروغی است که رژیم ساخت، برای اینکه اولا انرژی هسته‌ای نمیتونه حق باشه. یک نوع انتخاب حق نیست. من چون رنگ آبی رو دوست دارم نمیتونم بگم رنگ آبی حقه. اون چیزی که حقه، حق انتخاب منه. یعنی من باید آزاد باشم بتونم انتخاب کنم. حق حاکمیت من هستش، حقوق شهروندی من هستش، حق ملی من هستش به عنوان ایرانی. پس اصلا معنی نداره بگیم انرژی هسته‌ای حق مسلح ماست. دوم این که چرا میگن مسلم؟ چه شکلی میتونه یک انسان مخالفت کنه با حقی که مسلمه؟ با حق نمیشه مخالفت کرد. وقتی که کلمه مسلم رو کنارش گذاشته باشن، این کلمه برای سرکوبه. میبینید که در ایران کسی جرئت نمیکنه راجع به این شعار صحبت بکنه که این حق ما. بعد میگن ما. این ما کیه؟ کجا ملت ایران درباره مسائل هسته‌ای اطلاعی بهش دادن
اطلاعات دادن، بحث شده، ارزیابی شده. پس این من هستم که تصمیم میگیرم در اون بالا نشستم. این هم یک فریبی بود که رژیم خیلی متاسفانه ازش استفاده کرد، روی شعارهای پوپولیستی و ناسیونالیستی تونست مانور بده. آخرین سلاید، قدم‌های اول برای یافتن راه حل چیست بر این مسئله؟ مبارزه با سانسور، خانم عبادی درباره صحبت کردن، بسیار مسئله مهمیه، اساسیه در رابطه مسئله اتمی ایران. اطلاعات رو در اختیار مردم قرار بدیم، صحبت کنیم راجع به، ارزیابی بکنیم این مسئله رو. مسئله مهمی دیگه این هستش که مسئله اتمی ایران رو باید خارج از دعواهای سیاسی بهش برخورد کرد. مسئله انرژی یک کشور هست. به من چه مربوط اسرائیل چی میگه، آمریکا چی میگه، آلمان چی میگه؟ من یک کشور دارم، باید ببینم نیازهای میهنم چیه، چه شکلی میتونم به نیازهاش پاسخ بدم. در صورت که رژیم برعکس میکنه، همش پشت این قایم میکنه که بقیه مخالف هستن. من مثلا بقیه نیست، مثلا ایران هستش، حقوق ملی ما هست، حقوق شهروندی ما هستش. و بالاخره این که در ژنو الان وقت نمیشه، این زبان فریب هنوز ادامه داره. اوج زبان فریب وقتی بود که آقای روحانی در خوزستان گفتن ما شرق و غرب رو تسلیم کردیم و اونها حق مسلح ما که غنی سازی هست رو پذیرفتند. واقعا دراماتیکه برای کشوری که با توجه به محاسبه‌ای که اقتصاددانا کردن بین 700 میلیارد دلار تا 2000 میلیارد دلار صدمه دیده بابت این سیاست ها، کسی جرأت کنه بیاد این حرف رو بزنه. خیلی ممنون.